سلام دوستان با آشپزخانه زهره خوش اومدین امروز میخواهم کباب کوبیده درست کنیم مواد لازم گوشت چرخ کرده که دو سوم گوشت سردست و قلوگاه گوسفند و یک سوم هم گوشت گاو روی هم 500 گرم فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری ادویه مخصوص کباب یک قاشق غذاخوری، نمک هم یک قاشق چای خوری سه عدد پیازی که اونو رنده کردیم سه عدد پیاز متوسط آب پیاز رو گرفتیم پیاز نباید آب داشته باشه وگرنه یعنی کباب ما میریزه و خراب بشه سه عدد پیازی که رنده کردیم رو به گوشت چرخ کردم اضافه میکنیم فلفل سیاه هم اضافه میکنیم ادویه مخصوص کباب و نمک رو هم بهش اضافه میکنیم سپس گوشتمون رو به آرومی ورز میدیم ورز دادن گوشت در تهیه کباب کوبیده خیلی مهمه به گوشتمون چیزای دیگه جوش شیرین اینا اضافه یا تخم مرغ اضافه نمی کنیم. بعد از یک ساعت استراحت دادن گوشت داخل یخچال گوشت ما برای کباب آماده میشه ابتدا به اندازه یک نارنگی از گوشت چرخ کرده رو برمیداریم و از بالای سیخ به پایین شروع می کنیم به فرم دادن گوشت و با کمک انگشت شست خطهایی هم روی سیخ کباب روی گوشتمون میندازیم سر و ته هر سیخ رو هم کاملا محکم میکنیم که گوشت ما موقع پخت نریزه همه گوشتا رو به همین صورتی که براتون توضیح دادم برای کباب آماده میکنیم بعد از اینکه همه گوشتا رو به سیخ کشیدیم نیم ساعت به گوشتا استراحت میدیم بعد میبریم کباب میکنیم اگه فوری ببریم کباب کنیم باعث میشه که گوشتا بریزه اینجوری خودشون میگیره و کبابمون بهتر میشه برای درست کردن گوجه کبابی سر گوجه ها رو میگیریم گوجه ها رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم البته برشی که روی گوجه میدیم میتونیم چهار تا برش بدیم اصلا جدا هم نکنیم بعد از اینکه چهار تا برش به گوجه دادیم گوجه ها رو هم به سیخ می کشیم و آماده میکنیم برای کباب کردن بعد از نیم ساعت استراحت دادن به سیخای کباب اونا رو میبریم برای کباب کردن برای تهیه کباب حتما باید ابتدا شله گاز یا زغالمون ابتدا خیلی زیاد باشه و مرتب ها رو پشت رو کنیم که کباب نریزه بعد از اینکه خودشو گرفت و دیگه امکان ریختن کباب وجود نداره اون موقع به آرومی کبابا رو پشت رو میکنیم بدین صورت کبابای ما آماده میشه